همیاران عزیز، بینندگان گرامی برنامه تیک تاک، خدمت همه شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که آماده دیدن برنامه امروز ما باشید. در برنامه تیک تاک امروز شرایط کنونی رژیم در سیاست خارجی رو مورد توجه و ارزیابی قرار میدیم، چرا که به نظر میرسه بعد از اعلام برگزاری یک اجلاس بین المللی برای مقابله با تروریسم رژیم در ورشو پایتخت لهستان، تحولات علیه رژیم شتاب گرفته و شاهد برخاستن موجی علیه رژیم در صحنه سیاست خارجی به خصوص در اروپا هستیم که حاصل اون تنگتر شدن بیش از پیش حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی بر گردن رژیمه. در همین رابطه توجهتون رو به گزارشی جلب میکنیم. تلویزیون رژیم در خبری که از دیدار معاون وزیر خارجه لهستان با عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم در تهران پخش کرد مدعی شد که طرف لهستانی گفته است هدف لهستان از برگزاری این کنفرانس کمک به حل مشکلات منطقه است و لهستان اجازه نخواهد داد تا علیه رژیم ایران اقدامی صورت گیرد. اما عراقچی با غیر قابل قبول دانستن دلایل دولت لهستان در همراهی با دولت آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو تصریح کرد دولت لهستان باید نیات واقعی دولت آمریکا از این کنفرانس را درک کرده و متوجه عواقب آن باشد. خبر تلویزیون رژیم به دلایل معاون وزیر خارجه لهستان برای برگزاری این کنفرانس اشاره‌ای نکرده، اما اظهارات وزیر خارجه لهستان که همه خبرگزاری‌ها آن را مخابره کردند واقعیتی متفاوت از ادعای رژیم را نشان می‌دهد. چاپوتوویچ وزیر خارجه لهستان در یک پیام توییتری نوشت کسی نمی‌تواند این حقیقت را پنهان کند که ایران یک مشکل برای امنیت بین‌المللی است. منابع خبری همچنین گزارش دادند که وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه در بروکسل با تاکید بر اینکه رژیم ایران به نشست ورشو دعوت نشده در این باره توضیح داد چون به نظر لهستان رژیم ایران با زبانی حرف میزند و اقداماتی میکند که در سطح جامعه بین‌الملل نمی گنجد و این روند آرام برگزاری کنفرانس را تهدید میکند. برگزاری اجلاس ورشو وحشت بسیاری در سطوح مختلف رژیم ایجاد کرده و رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در این باره وسیعاً ابراز نگرانی کردند. روزنامه ابتکار دوی دی می‌نویسد هرچند اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام صراحتاً تأکید کردند که این توافق برای امنیت جهانی ضروری است و آنها خواستار حفظ برجام و همکاری با ایران هستند، اما در سوی مقابل نسبت به پرونده موشکی و نیز مسائل منطقه‌ای همگام با آمریکا در حال افزایش فشار بر روی ایران هستند. همین روزنامه باند اصلاح طلبان حکومتی در مقاله دیگری اجلاس ورشو را به تیغ دو لبه تشبیه کرده که به واسطه آن یا نظام سیاسی ایران مجبور به تغییر در سیاست‌هایش شود و یا به ایجاد اجماع جهانی دوباره علیه این کشور منجر خواهد شد. روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز اجلاس ورشو را اجلاسی توصیف کرد که می تواند فاز جدید رویارویی آمریکا با ایران باشد، از این جهت که در این نشست طبق اهداف پومپئو و بولتون می توان در خصوص آینده ایران نیز تصمیم گیری کرد و باید دید مرحله بعد از برگزاری این نشست مقامات آمریکا به اقدام عملی علیه ایران دست می‌زنند یا خیر. از سوی دیگر نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت و روابط خارجی مجلس ارتجاع با ابراز وحشت از اجلاس ورشو و نتایج آن و در حالی که تلویحاً به سازمان مجاهدین خلق اشاره می‌کرد گفت آنها بنا دارند همه مخالفین جمهوری اسلامی ایران را دور هم جمع و علیه جمهوری اسلامی بسیج کنند تا آنها از ظرفیت داخلیشان استفاده کنند. جالب است که در این شرایط یکی از کارشناسان سیاسی رژیم به نام قفاری شب گذشته در تلویزیون رژیم مطرح کرد که نباید اینقدر به کنفرانس ورشو پرداخت و راجع به آن حرف زد. ما در محاسبات خودمون در حوزه سیاست خارجی بیش از یک میزان معینی وزن ندیم به کنفرانس ورشو، یعنی نباید بیایم فرض کنیم که این کنفرانس ورشو یک نقطه خیلی حساس، یک نقطه بسیار بسیار تعیین کننده در محاسبات سیاست خارجی ما خواهد بود در قبال دشمنیان. اما بحران در روابط رژیم با اروپا به کنفرانس ورشو محدود نمی شود.
دولت آلمان پس از دستگیری یک جاسوس رژیم روز گذشته ورود هواپیماهای شرکت ماهان به فرودگاه‌های آلمان را ممنوع اعلام کرد. به گزارش رویتر، استفن سایبرت سخنگوی دولت آلمان تکذیب کرد که تصمیم علیه ماهان ایر به دلیل فشار آمریکا بوده است. وی گفت تصمیم آلمان بر مبنای ملاحظات نیازهای امنیتی ما بوده است. وی در یک کنفرانس خبری گفت نمی شود منتفی دانست که این خط هواپیمایی چه بسا باری را به آلمان وارد کند که امنیت ما را مورد تهدید قرار بدهد و این بر اساس فعالیت‌های تروریستی سابق توسط ایران در اروپا بوده است. شایان ذکر است که این اقدام دولت آلمان از سوی پومپئو وزیر خارجه و منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و سفیر آمریکا در آلمان مورد تقدیر و استقبال قرار گرفته است. در این گزارش که دیدیم به وضوح دیده می‌شد که موج جدیدی از طرد و انزوای سیاسی علیه رژیم بلند شده که این بار کانون اون اروپا هست و این در حالیه که رژیم تمام امید خودش رو به رابطهش با اروپا بسته. در نتیجه سوالات اینجا مطرح میشه، از جمله اینکه چه عواملی باعث ایجاد این فضا و این موج جدید شده. آیا مواضع اخیر کشورهای اروپایی برجام رو که اکنون در برجام اروپایی خلاصه شده به خطر نمیندازه و چرا رژیم از اجلاس ورشو این چنین آشفته و به تلاطم افتاده است؟ اینا سوالاتی هستن که در گفتگوی امروزمون امیدواریم که بتونیم به اونها پاسخ بدیم. خب بینندگان گرامی، گفتگوی امروزمون رو با میثم ناهید شروع میکنیم. با عرض سلام به شما و تشکر از شرکتتون در گفتگومون. سلام میکنم به شما و سلام به هموطنان عزیز. بله، این گزارش رو که دیدیم شامل نمونه‌های مختلفی از تهاجم به رژیم و ضربات سیاسی به رژیم بود. آیا میشه گفت که موج جدیدی از انزوای رژیم شروع شده؟ بله، دقیقا یک جریانه. شما به همین موارد نگاه کنید. آلمان هواپیمای ماهان ایر سپاه رو تحریم میکنه. وزیر خارجه اتریش تهدید میکنه که در مقابل هر اقدام تهدیدآمیز رژیم ایران در زمین تروریسم و اینجور چیزا مقابله به مصر میکنیم. خود وزیر خارجه آلمان میگه که این تازه پایان ماجرا نیست، هر اقدامی که لازم باشه در برای مقابله با سیستم های جاسوسی و ترور رژیم میکنیم و این تحریم ها ادامه خواهد داشت. بعدم شاهد هستیم که بلا فاصله بعد از اینکه آلمان همچین کاری میکنه، وزیر خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور این کشور، وزیر خزانه داریش و سفیر آمریکا در آلمان حمایت قوی میکنن از این اقدام آلمان، یعنی پشتوانه قوی سیاسی جهانی. بعد هم در منطقه هم شاهد هستیم که همون موقع اسرائیل حمله میکنه باز هم به مواضع رژیم در خاک سوریه و مهمتر این که اعلام میکنه که این شروع نبردهای جدید با رژیم ایران در منطقه. پس میشه گفتش که یک موج جدیدی هست، این حرف درسته؟ پس فراتر از موجه، این شاید گفت یک جریانه. به چه علت؟ یه وقت هست که ما این موارد رو منفک از هم میبینیم. خب شاید گفتش بشه گفت هر کدوم یک موضوعی بوده و هر کدوم یک اقدامی بوده. بله. اما هر کدوم از اینها به طور واقع اولا به هم پیوسته هستن، یعنی در یک بستر واحد سیاسی دارن انجام میشن، بعد هم معانی خاص خودشون دارن. وقتی آلمان هواپیمای سپاه پاسداران رو در شرایط کنونی تحریم میکنه معناش چیه؟ وقتی بیدرنگ بالاترین سطوح آمریکا از این اقدام آلمان حمایت میکنن معنیش چیه؟ وقتی اسرائیل از شروع یک جنگ در سوریه با رژیم اسم میبره معناش چیه؟ خب همه اینها یک جریان رو نشون میده، یک تغییر فاز رو نشون میده، یعنی فراتر از موج. تازه نیا کنی یک مسیریه، یک جریانیه که حرکت کرده، در امتدادش میرسه به کنفرانس ورشو. کنفرانس ورشو چیه؟ همونیه که همین روزها در رسانه‌های رژیم، در مجلس ارتجاع، در بالاترین سطوح رژیم پیاپی نسبت بهش ابراز وحشت میکنن. همین امروز صبح لاریجانی
رئیس مجلس ارتجاء از کنفرانس ورشو با عنوان بازی در زمین دشمن اسم میبره. بله. بعد هم میگه که لازمه که در مقابل این از نظام صیانت بشه. صیانت برای چی؟ پس یک تهدید جدیه. حتی لاریجانی از این موضوع به عنوان حیله‌گری و دسیسه اسم میبره. بعد هم میگه بسترهایی هم وجود داره که این تهدید جدی، عطف به کنفرانس ورشو میگه، میتونه عمل کنه، میتونه برای نظام تهدید جدی داشته باشه. اون بسترها چیه؟ همین شرایط سیاسیه که الان ازش نام بردیم. یعنی وضعیت طوریه، این جریانی که راه افتاده سمت و شتابی داره میگیره که به قول علی لاریجانی بسترها برای ضربات جدی به رژیم اونقدر مهیاست که باید به فکر صیانت از نظام باشه. بله. حالا که شما میگید که به اصطلاح این یک جریان هست، به اصطلاح یک فاز جدیدی، بله، جریانه، این جریان به نظر شما چه سمت و سوی داره؟ سمت و سویش خب اینه که میخوان تک به تک راه های تنفس رژیم رو ببندن. شما به هر کدوم از این موارد که نگاه کنید همین رو نشون میده. هر جا که رژیم جاپایی داره، داره جاپاش از دستش خارج میشه. هر جا راه تنفسی داره، داره از دستش خارج میشه. در زمینه تحریم ها، در زمینه فشارها، در زمینه انزوایی که داره. خیلی اروپایی که الان رژیم رو تحریم کرد، قرار بود که وسیله‌ای و سازوکاری مهیا بکنه برای رژیم که رژیم بتونه تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه. الان نه تنها همچین کاری نتونسته تو این چند ماه بکنه، بلکه خودش هم داره رژیم رو تحریم میکنه. خب این روشنه که فشارها و این سمتوسی که شما گفتین به جهتی داره میره که هرچی بیشتر رژیم رو لای منگنه قرار میده. خب این هم سیاست تدوین شده ای هست. اگه خاطرتون باشه همین دو سه ماه پیش بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، به تاکید گفتش که ما سیاستی در پیش گرفتیم که اونقدر فشار رو به رژیم ایران افزایش بدیم تا صدای شکستن استخونهاش به گوش برسه. درسته. حالا یک چیزی، شما از یک به اصطلاح حرکت صحبت میکنید، اما موضوع محوری و پایه بین رابطه اروپا و رژیم برجامه. حتی وقتی هم که مثلا وزیر خارجه آلمان مثلا همین ماهان ایر رو تحریم میکنه، باز میگه ما برجام رو ازش حفاظت و پشتیبانی میکنیم. این تناقض چجوریه؟ نکنین یک بحث خواسته است، خواسته اروپا، یک بحث هم واقعیت است. اون چه که به خواسته اروپا برمیگره، بله، به خاطر منافع تجاری که برجام برای اروپا داره، به خاطر بازار ایران که در اختیارش قرار میگیره، خب خواهان اینه که برجام حفظ بشه. اما واقعیت‌ها رو نیا کنیم. واقعیت اینه که تو همین مدت چه کاری تونستن برای برجام انجام بدن همین اروپایی‌ها. ابوالفضل زهره‌وند، یکی از سفرهای رژیم، سفیر رژیم در ایتالیا، سفیر قبلیش، همین دو شب پیش با تلویزیون رژیم مصاحبه داشت. اونجا گفتش که اروپا با ما تنها 18 میلیارد دلار معامله دارد، در حالی که با آمریکا 1,100,000,000,000 دلار معامله دارد. اون چند برابره؟ روشن است که اروپا منافعش با آمریکا را قربانی تجارتش با ما نخواهد کرد. بعدم به تاکید در رابطه با اجازه ورشو میگه اگه دیدین که همین کشور اروپایی در اجازه ورشو شرکت کردن، بدونین این تیر خلاص به برجامه. بنابراین خب خیلی روشنه که اروپا حاضر نیستش که منافعش رو در قبال برجام قربانی کنه. کما اینکه تو همین 8 ماه دیدیم، 8 ماهی که آمریکا از برجام خارج شد، اروپا چیکار کرد؟ مگه قرار نبود سازوکار مهیا کنن؟ خب چی شد؟ سازوکاری مهیا نشد. همونطوری گفتیم خودشون الان دست به تحریم رژیم زدن، چون واقعیت‌ها این رو نشون میده. کما اینکه همین وزیر خارجه آلمان که شما اشاره کردین گفت برجام برای ما امنیت میاره. از اون طرف کدوم امنیت رو الان برای اروپا مهیا کرده؟ همین تروریسم رژیم، همین جاسوسیش. خب اینا میبینیم که به بن‌بست رسیده. کما اینکه داخل رژیم حرف دلواپسا چیه؟ میگن که وقتی اروپا میگه با برجام میخوایم امنیت رو نظام رو هم مهیا بکنیم، اینا دارن ما رو با این بحث امنیت به گروگان میگیرن. میگن امنیت، بعد نه تنها تحریما رو برای ما دور زدنش رو راهی برش پیدا نمیکنن، بلکه خودشون هم ما رو تحریم میکنن. به هر حال میبینیم که
در رابطه با برجام درست گروه با خواستش اینه که حفظ بشه، اما در عمل نه تنها حفظ نشده بلکه مسیر کاملا عکس برجام در حرکت. حالا یک حرفی هم از سر اروپا میگه سلسله انتخاباتی در اروپا در پیشه که ممکنه دولت‌ها تغییر کنه و این تعادل قوای فعلی که شما ازش صحبت کردین رو تغییر بده به نفع رژیم. چطور به نظر میاد؟ اگر اساس رو بر این بذاریم که گویا تغییرات سیاسی همین انتخابات و اینجور چیزا بوده که این وضعیت رو برای رژیم به وجود آورده، بله شاید، اما واقعیت یک چیز دیگه است. یک مبنایی هست و یک شرطی در این میز سیاسی که الان بر علیه رژیم چیده شده. مبنا چیه؟ مبنا اون مقاومتی است، اون پایداری هست، اون رزمی است که 39 سال مردم و مقاومت ایران و مجاهدین در مقابل این رژیم در پیش گرفتن. 39 ساله که از روز 30 خرداد 60 تا امروز گفتن سرنگونی بی شکاف و ازش کوتاه نیومدن. خب این پایداری، این ایستادن بر این اصل درست و اساسی، بر این مونیزم، خب سیاست‌ها رو باعث شده تغییر بدن. و الا شما نگاه کنید، مگه تو این 39 سال چند تا دولت در آمریکا عوض شده؟ دولت‌های دموکرات اومدن، دولت‌های جمهوری‌خواه اومدن. مگه یکی از یکی بیشتر در پی مماشات با رژیم نبودن؟ مگه در همین 39 سال چند تا دولت در اروپا تغییر کرده از جناح‌های مختلف؟ مگه وجه غالب در تمام این سالیان مماشات با رژیم نبوده؟ مگه یکی از همین دولت‌های دموکرات در آمریکا نبود که به خاطر خوش آمد به آخوند شیاط خاتمی مجاهدین رو در لیست تروریستی گذاشت؟ بعدم مگه یکی از همین دولت جمهوری خواه نبود که در زد و بند با رژیم سنگین ترین بمبارون رو علیه مجاهدین نکرد؟ خب پس میبینیم که تغییر دولت ها تفاوتی نکرد در سیاست مماشات با این رژیم. اما علارغم تمامی فشارها، علارغم تمامی زد و بندها، مجاهدین و مقاومت ایران و مردم ایران بر خاصه اساسی خودشون، یعنی سرنگونی، ایستادن و کوتاه نیامدن. این پایه و مبنا بود که سیاست ها رو تغییر داد و به این نقطه کنونی رسوند. البته تغییر دولت هم حتما که تأثیر داره و به عنوان شرط، بله. مثلا دولت کنونی آمریکا، خب این شرط، بله، خوبیه که بر ضد رژیمه، کمککاره. به همین خاطر همین ابوالفضل زهروند، بله، به تلویزیون رژیم میگفت جریان های افراطی و در رأس آنها آقای پومپو به نمایندگی از ترامپ دارد میگوید ما در رابطه با ایران میخواهیم وارد فاز متفاوتی بشویم. یعنی همون جریانی که میگفتیم، بودیم تغییر فاز. بله. اما نباید فراموش کنیم که این تغییر فاز، این شرط بر اساس همون مبناست، همون ایستادگی بر اصل اساسی و مونیزم براندازی و سرنگونی. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خواهش می‌کنم. خب دوستان گرامی، گفتگوی امروز ما رو دیدید. انشالله که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.